حنانه آقا محمدی هستم، مدرس اصطلاحات عامیانه زبان کره‌ای. این آموزش برای مجموعه فرادرس تهیه شده و توی فصل یکش قرار راجع به اصطلاحات روزمره یاد بگیریم. به طور کلی توی پارت اول قرار درباره برقراری ارتباط و سلام و خداحافظی یاد بگیریم که توی این بخش درباره احوالپرسی میخوایم اصطلاحاتی رو با هم ببینیم. اینجا یه مکالمه رو داریم که بین دو نفر صورت گرفته. اول به کره‌ای میخونم و بعد توضیحاتش رو خدمتتون میگم. شخص اول میگه 안녕하세요. 저는 김용기예요. 샥스 도움 달 자업 이게 안녕하세요. 제 이름은 저스틴이에요. 호대 에스텔라의 안녕하세요. 게야니 살람. 와 빙기리시 함은 헬로 미셰. 저는 김용기예요. 야니 만 김용기 하스탄. 야 빙기리시 I am 용기 김. و همونطور که میدونید فامیلی توی کره‌ای توی قسمت اول میاد و یونگی که اسم هست توی قسمت دوم میاد. دوباره اینجا آنیام کاسیو رو داریم که همونطور که توی قسمت قبل گفتیم یعنی سلام. جیرومون جاستینیو که این یعنی نام من، جی یعنی مربوط به من، ایرومون یعنی نام. جیرومون جاستینیو، جاستین است. پس ایو برای پایان جملات به کار میره و میشه است. پس شد 안녕하세요. 저는 김용기예요. 안녕하세요. 제 이름은 저스틴이에요. حالا می‌خوایم جواب کوتاه رو بررسی کنیم. مثلا وقتی که سوالی ازمون پرسیده میشه و لازمه جواب کوتاه بدیم. کلمه اول هست نه که معنیش میشه بله یا آره. پس شد نه. کلمه دوم هست 아니요 که معنیش میشه خیر یا نه. پس شد 아니요. کلمه سوم هست اگسو که معنیش میشه باشه یا همون اوکی به انگلیسی. پس شد اگسو. توی این قسمت میخواییم انواع کلمات و اصطلاحات مختلفی که برای سلام وجود داره رو بررسی کنیم. مثلا همین اصطلاحی که قبل تر شنیدیم. انیون کسیو. این اصطلاح معنی تحت لفظیش یعنی آیا در آرامش هستید یا به انگلیسی Are you in peace؟ و معنیش همون هلو به انگلیسی یا سلام به فارسی میشه که به طور کلی همه جا میشه به کار برد. پس شد انیون کاسیو. یه اصطلاح دیگه هم وجود داره که کوتاه‌تر و غیر رسمی تره. جاهای غیر رسمی و دوستانه میتونیم به کار ببریم. و اون هست انیونگ که معنیش میشه همون هلو یا های به انگلیسی و سلام به فارسی. پس شد انیونگ. اصطلاح رسمی تری که وجود داره هست انیونگ هاشیمنیکا که این خیلی رسمی تره، از انیونگ هاسیو هم حتی رسمی تره. پس شد انیونگ هاشیمنیکا. ولی به طور کلی اصطلاحی که همه جا بتونیم برای سلام به کار ببریم هستش انیونگ هاسیو. انیونگ هاسیو. در این قسمت میخواییم اصطلاحات مربوط به خداحافظی رو بررسی کنیم که به ترتیب بهتون توضیح میدم. مثلا اصطلاح اول میگه انیونگی هاسیو که معنیش به انگلیسی میشه please go in peace یا در آرامش باشید و البته دقیق تر در آرامش بروید. اصطلاح بعدی هست انیون کیگسیو که معنی تحت لفظیش به انگلیسی میشه stay in peace یا در آرامش بمانید. همون معنی در آرامش باشید رو هم میده، اما اگه دقیق تر بخوایم بگیم میشه در آرامش بمانید. به طور کلی برای خداحافظی هم ما میتونیم بگیم انیون کیگسیو، اما اگر دقیق تر بخوایم بگیم اصطلاح انیون کیگسیو یعنی در آرامش بروید و اصطلاح انیون کیگسیو یعنی در آرامش بمانید. تو قسمت بعدی اصطلاحاتی که برای تشکر کردن میشه به کار برد رو میخوایم معرفی کنیم. اینجا دو تا اصطلاح رو داریم. اصطلاح اول هست کامسامنیدا که معنیش میشه سپاسگزارم یا متشکرم و این کاملا رسمی هست. پس شد کامسامنیدا. اصطلاح بعدی هست گومابسیمنیدا که این میشه متشکرم یا ممنونم. این یه مقدار غیر رسمی تره از کامسامنیدا. پس شد گومابسیمنیدا. تو قسمت بعدی میخوایم کلماتی رو بررسی کنیم که معنی خانم و آقا رو میدن به زبان کره‌ای. کلمه یوجا که میشه خانوم. پس شد یوجا. کلمه بعدی هست نامجا که میشه آقا. پس شد نامجا. پارت بعدی به طور کلی درباره معرفی اسم هستش و توی همین قسمت اولش میخوایم معرفی اسم رو یاد بگیریم. اگه بخوایم ناممون رو بگیم میگیم چونن مریم یهو که معنیش میشه من مریم هستم و همونطور که میبینید مریم آخرش با حرف بی صدا تموم میشه، پس آخر جمله میگیم یهو. پس شد چونن مریم یهو و تلفظش هم که این پایین براتون نوشتم. حالا یه تمرین داریم برای اینکه جملات رو بتونیم بهتر به کار ببریم.
مثلا سوجی که آخرش با حرف صدادار تموم میشه، پس میشه ییو، و کلمه جاستین که آخرش با حرف بی صدا تموم میشه، پس میشه ییو. اینا رو پایان جمله به کار میبریم به معنی اینکه جمله تموم شده. حالا توی این مورد اول داریم کیم سوجی چونن کیم سوجی ییو، جاستین چونن جاستین ییو. کلمه اول هست پیونا چونن پیونا ییو، چونن پیونا ییو. کلمه دوم هست ایمین هو چونن ایمین هو ییو، چونن ایمین هو ییو. کلمه سوم ایسو یونگ چونن ایسو یونگ ییو، چونن ایسو یونگ ییو. کلمه چهارم هست هان یونگ مین چونن هان یونگ مین ییو، چونن هان یونگ مین ییو. و همینطور که میدونید مثلا پیونا آخرش با حرف صدادار تموم میشه، پس میشه ییو. همینطور ایمین هو که آخرش با حرف صدادار تموم میشه و اینم میشه ییو. و همونطور که میدونید دوتا کلمه آخر ایسو یونگ و هان یونگ مین با حرف بی صدا تموم میشن، پس پایان جمله ییو رو میاریم. توی قسمت بعدی میخواییم پرسش و پاسخ اسم رو یاد بگیریم. در این قسمت دوباره یه مکالمه رو داریم که بین دو نفر صورت گرفته. شخص اول میگه ایرامی مو ایو و شخص دوم در جواب میگه جی ایرامن هنانه ییو. جمله سوالی که شخص اول میپرسه هست ایرامی مو ایو. ایرامی یعنی اسم شما و مو ایو یعنی چه هست. پس کلن جمله ایرامی مو ایو میشه اسم شما یا اسم تو چه هست. و جمله‌ای که شخص دوم میگه جی ایرمن هنانه ییو. جی ایرمن یعنی نام من، هنانه ییو یعنی هنانه است. پس اگر بخوایم بگیم نام من هنانه است میگیم جی ایرمن هنانه ییو. حالا یه تمرین خواهیم داشت که بتونیم بازم جملات رو بهتر به کار ببریم. مثلا اسم اول هست سوجی. میگیم جی ایرمن کیم سوجی ییو. جی ایرمن که یعنی نام من، کیم سوجی ییو یعنی نام من کیم سوجی است. و اسم دوم که هست جاستین، میگیم جیرومون جاستین ییو. کلمه اول هست سوپی، میگیم جیرومون سوپی ییو، جیرومون سوپی ییو. کلمه دوم هست ریکی، جیرومون ریکی ییو، جیرومون ریکی ییو. کلمه سوم هست سوجان، میگیم جیرومون سوجان ییو، جیرومون سوجان ییو. اسم چهارم هست دانیل، میگیم جیرومون دانیل ییو، جیرومون دانیل ییو. و همونطور که میدونید سوپی و ریکی آخرشون با حرف صدادار تموم میشه، پس میشه ییو مانند این مثال اول، و سوجان و دانیل آخرشون با حرف بی صدا تموم میشه، پس میشه ییو. قسمت بعدی درباره پرسش مکان هستش و اینجا یه مکالمه رو داریم که دوباره بین دو نفر صورت گرفته. شخص اول میپرسه جاستن شی اون نارا سارم ییو. شخص دوم در جواب میگه چونن میگوک سارم ییو. جمله پرسشی شخص اول با کلمه جاستن شی شروع میشه. جاستن نام شخص مقابل هست و شی برای مخاطب قرار دادن اون هست. پس اگر بخوایم جاستن رو مخاطب قرار بدیم میگیم جاستن شی. کلمه بعدی هست اون که به معنی ور یا ویچ هست به انگلیسی و همون اینجا به معنی کجا به کار میره. پس اگر بخوایم بگیم تو اهل کدام کشور هستی میگیم آن نارا سارم ییو. نارا هم به معنی کشور هست و سارام به معنی شخص و اینجا سارام یه جور معنی اهل اون کشور بودن رو میده. پس اگر بخوایم بگیم تو اهل کدوم کشور هستی میگیم آن نارا سارم ییو. جمله ای که شخص مقابل در جواب میگه هست چونن میگوک سارم ییو. چونن یعنی من، میگوک معنی آمریکا رو میده به زبان کره‌ای و سارام به معنی شخص هست. پس اگر بخوایم بگیم من آمریکایی هستم میگیم چونن میگوک سارام ییو. اینجا دو تا از کلماتی که توی بخش قبل یاد گرفتیم رو دوباره بررسی میکنیم. کلمه پرسشی اون به معنی ویچ یا کدام و کلمه نارا که به معنی کشور هست. پس اگر بخوایم بگیم کدام کشور میگیم اون نارا. اون نارا. توی قسمت بعدی تمرین خواهیم داشت و با یک سری نام مختلف اصطلاحاتی که یاد گرفتیم رو دوباره بررسی می‌کنیم. مثلا اگر نام شخص باشه کیم سوجی میگیم کیم سوجی شی اون نارا سارام ییو، کیم سوجی شی اون نارا سارام ییو. نام بعدی هست جاستین، میگیم جا
جاستنشی اون نره احسارم یهو جاستنشی اون نره احسارم یهو. نامی که توی قسمت اول داریم هست سوتیبان. میگیم سوتیبانشی اون نره احسارم یهو سوتیبانشی اون نره احسارم یهو. نام دوم هست سوجن. میگیم سوجنشی اون نره احسارم یهو سوجنشی اون نره احسارم یهو. نامی که در بخش سوم داریم هست دانیل. میگیم دانیلشی اون نره احسارم یهو دانیلشی اون نره احسارم یهو. و نام بعدی که هست جینسو. میگیم جینسوشی اون نره احسارم یهو جینسوشی اون نره احسارم یهو. این که کشورهای مختلف به زبان کره‌ای چجوری خونده میشن. اگه بخوایم بگیم من اهل ایران هستم یا بگیم من ایرانی هستم، میگیم چونن ایران سارم یهو. و همونجوری که تو قسمت‌های قبلی بهتون گفتیم سارام یعنی شخص. پس اگه بخوایم بگیم من ایرانی هستم، میگیم چونن ایران سارم یهو. حالا کشورهای مختلف میخوایم ببینیم به زبان کره‌ای چی گفته میشن. مثلا کشور چین به کره‌ای میشه چونگوک. چونگوک. کشور برزیل به زبان کره‌ای میشه براجر. براجر. کشور استرالیا به زبان کره‌ای میشه هوجو. هوجو. کشور آمریکا به زبان کره‌ای میشه میگوک. میگوک. و کشور ژاپن به زبان کره‌ای میشه ایربون. ایربون. کشور کانادا به زبان کره‌ای میشه کانادا. کانادا. کشور انگلیس به زبان کره‌ای میشه یونگوک. یونگوک. کشور روسیه به زبان کره‌ای میشه لوشیا. لوشیا. و خود کشور کره به زبان کره‌ای میشه دهان مینگوک. دهان مینگوک. همچنین کشور فیلیپین به زبان کره‌ای میشه فیلیپین. فیلیپین. و کشور فرانسه به زبان کره‌ای میشه فرانسو. فرانسو.